شهیدی به بلندای قامت کردستان، به یاد شهید قیام مؤمن زنده کریم. شهید بالای بخت بالای کردستان. آنچه شنیدیم توصیف شهید قیام مؤمن زنده کریمی بر سر مزارش بود. مؤمن جوان 18 ساله سنندجی روز 11 آبان در خیابان گلشن سنندج با شلیک مستقیم مزدوران خامنه‌ای در خون خوابید. پدرش درباره شهادت فرزند دلیرش به دست مزدوران حکومت میگوید: این جانب عبید زند کریمی، پدر مرحوم مؤمن زند کریمی، در تاریخ چهارشنبه 11/8/1401 در چهارراه گلشن به سرمون تیر خورده، تیر کامل ساچمه خورده و خونریزی داخلی داده و ما به خدا سپردیم و دادیمش دست خواهد. و یکی از همسایه های این خانواده داستان شهادت این جوان کرد را این گونه شرح میدهد. مؤمن و دوستش سوار موتور بودن. میبینن مامورا دارن با باتون یه جوان رو میزنن. این دوتا قهرمان میرن کمک اون پسر جوان رو نجاتش میدن. در حال فرار با موتور، مؤمن که ترک دوستش نشسته بود از پشت بهش شلیک میشه. صدها تیر ساچمه‌ای و یه گلوله جنگی. میبرنش بیمارستان و اونجا از دنیا میره. پدرش از ترس مامورا زود بدنش رو میاره خونه و غسل میده و فیلم میگیره که بعدن حکومت مجبورشون نکنه دروغ بگن. صحنه شستشوی پیکر پر از ساچمه مؤمن خشم همه مردم را برانگیخت. تقریبا هیچ جای سالمی در بدن مؤمن شهید باقی نمانده بود. مزدوران حکومتی اجازه ندادن که پیکر مؤمن را در سنندج دفن کنند و پدرش را مجبور کردند تا پیکر فرزندش را نیمه شب به روستای زادگاهش برده و در آنجا در جمع کوچکی از نزدیکانش به خاک بسپارد. اما مردم سنندج در روز سوم و هفتم شهادت مؤمن بر مزارش گرد آمدند و با شعارهای مرگ بر خامنه‌ای و خامنه‌ای قاتل ولایتش باطله، یاد این گل سرخ قیام مردم ایران را گرامی داشتند. Come on!